E ora parliamo di Iran, perché il Parlamento italiano è al fianco. Televisione Sarosari Italia, istoye come tire 1402. امروز از ایران صحبت میکنیم، چون پارلمان ایتالیا در کنار مقاومت ایران در مبارزه‌ای که برای احقاق حقوق مردم و علیه ماشین سرکوب که در داخل کشور در جریان است می‌ایستد. امروز در مقر پارلمان ایتالیا مریم رجوی حضور داشت، زنی که علیه رژیم آخوندها مبارزه می‌کند. Ce lo racconta in diretta Ilario Pianirelli. Giosiotro as Ilario Pianirelli Michenavi. Di dissidenti uccisi dal 79 oggi. Hezaran mukhalif as sal 1357 ta kunun kushte shudand. Regimi khunriz ke talash mikonad dunya ra qane sazad ke alternativi barayash vujud nadarad. Amma dar avaz emruz dar parlaman Italia zani huzur be ham rasand ke Maryam Rajavi nam darad. President shoray milli مقاومت ایران، اصلی ترین جنبش مقاومت علیه رژیم ایران که هر روز بیش از پیش در پایتخت های غربی مورد توجه و حمایت قرار می گیرد. او قول می دهد که رژیم مذهبی آیت الله را سرنگون کند. پارلمان ایتالیا با اکثریت خود در کنار این مقاومت قرار می گیرد، یعنی بیش از نیمی از نمایندگان مجلس و سنا بیانیه ای را در حمایت از آنها امضا کردند. Qui oggi al Parlamento italiano è arrivata una donna, Maryam Rajavi, presidente del Consiglio nazionale di resistenza. Emanuele Pozzolo, عضو کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا به تلویزیون سراسری این کشور گفت: این اقدام ما یک اقدام بسیار مهم و متحد از طرف همه گروه هاست که فکر می‌کنم پیامی که می‌فرستد این است که در این شرایط ضد بشری و جنایتکارانه که ایران در آن قرار دارد، نه تنها رژیم حاکم بر آن باید محکوم شده و مورد حسابرسی قرار گیرد، بلکه باید به چالش و نبرد نیز طلبیده شود. باید مردم ایران را آزاد گذاشت و در برابر یک رژیم دیکتاتوری مذهبی و جنایتکار حق دفاع از خود برای آن قائل شد. جان برکو رئیس سابق پارلمان انگلستان نیز گفت: در یک وضعیت جنگی وقتی یکی از طرفها طرف دیگر را در وضعیتی قرار می‌دهد که دیگر راهی برایش باقی نمانده است، دیگر تمام است. در ایران یک آلترناتیو وجود دارد، آلترناتیوی کاملا سازماندهی شده، آلترناتیوی که از یک حمایت وسیع برخوردار است، آلترناتیوی که در خانه یعنی در ایران تأسیس و رشد و نمو یافته است. ولی این وسط یک چیز زیبا وجود دارد و آن این که این آلترناتیو از سوی یک زن رهبری می شود، آن هم در کشوری که رژیمی در حاکمیت است که اولین خصیصه برجسته آن زن ستیزی و نفرت و کینتوزی علیه زنان است. Un'alternativa ben organizzata, un'alternativa che gode di ampio sostegno, un'alternativa che è cresciuta in casa in Iran. E c'è anche un tocco di bellezza in tutto questo, che questa alternativa è guidata da una donna in un paese dove c'è un regime che si contraddistingue per la sua misoginia, un regime che odia le donne. Hating regime.